با سلامی گرم به شما بینندگان عزیز، شهلا دانشور هستم. برنامه سازمانده رو به اتفاق همکارم نگار نادری از اتاق فرمان به شما عزیزان تقدیم میکنیم. امیدوارم همه شما خوب، سلامت و آماده دیدن برنامه این هفته ما باشید. برنامه ما به موضوع کارزار حجاب بی حجاب و 21 تیر ماه که پشت سر گذاشتیم و گام های بعدی ما چه هست به این اختصاص داره. با سیما بهاری گفتگو داریم، عضو کمیته سازماندهی حزب کمونیست کارگری. سلام میکنم سیما بهاری، خیلی خوشحالم که شما رو باز هم در برنامه سازمانده داریم. من هم سلام میکنم به شما، به نگار نادری عزیز، به همه بینندگان و ممنونم که منو دعوت کردید. متشکرم. خب اجازه بدید قبل از اینکه وارد موضوع برنامه بشیم در مورد اتفاق مهم صحبت کنیم، اون هم پایان دادگاه حمید نوری، یکی از جنایتکارترین سران این حکومت در دادگاه سوئد و محکوم کردن او. شما خودتون در اون روز که حکم اون داده شد مقابل دادگاه بودید، جشن شادی مردم. خواستم قبل از هر چیزی تصویری بدید از اینکه در اون روز چه گذشت و این جنبش دادخواهی که چنین دستاوردی رو داشت قدم های بعدیش چیه؟ تو ایران چه تأثیری میذاره روی پیشروی های بعدی جنبش دادخواهی؟ بفرمایید. اولا اجازه بدید تبریک بگم به همه دادخواهان، به همه کسانی که تلاش کردن این اتفاق بیفته. جمهوری اسلامی جنایتاشو انجام میده و بعدم راست راست نماینده هاش بلند میشن میان کشورهای اروپایی، پول کلان توی جیباشون، خوب خوب خرج میکنن، میگردن، میچرخن و دوباره برمیگردن، قهرمانان به وطن خودشون برمیگردن. این دفعه اینجوری نشد. واقعا به همت تعدادی از افرادی که خودشون پرونده داشتن، خودشون حمید نوری رو دیده بودن، تو زندان‌هایی بودن که اون شکنجه کرده بود، جلوی چشماشون افراد رو، دوستانشون رو برده بود و به گروه مرگ سپرده بود، هیئت مرگ سپرده بود. خودشون به قول معروف میگن صابون حمید نوری به تنشون خورده بود. به همت اونا و به همت یک جنبش بزرگ دادخواهی حمید نوری دستگیر شد. 92 جلسه محاکمه شد در یک دادگاه بین‌المللی، در یک دادگاه با استانداردهای بسیار انسانی. فقط من اینو بهتون بگم، ما روزایی که مثلا میرفتیم اونجا شعار میدادیم، سرود پخش میکردیم و غیره و غیره، به ما تذکر میدادن، میگفتن متهم که اون تو نشسته از صدای شما ناراحت میشه، بنابراین صداتون رو باید بیاریم شما پایین. اینقدر رعایت حقوق این فرد رو کردن و بالاخره بعد از 92 جلسه دادگاه دیروز حکم ایشون خونده شد. قبل از اینکه حکم خونده بشه در مقابل دادگاه جمعیت بسیار زیادی تجمع کرده بودن، همه از دادخواهان، همه از افرادی که عزیزانشون رو از دست داده بودن، خیلی دلشوره داشتن همه و خوشحال بودن. خوشحال بودن به خاطر اینکه قبلا دادستان تقاضای حبس ابد برای حمید نوری کرده بود، اما بالاخره دلشوره های به خاطر این بودش که آیا چی میشه، مماشات میکنن، نمیکنن، کوتاه میاد دادگاه. به هر حال یه مقدار دلشوره اینجوری بود، ولی وقتی که اومدن و حکم رو اعلام کردن، واقعا فضای پر از شادی، پر از خنده، پر از گریه، پر از در آغوش کشیدن همدیگه، یک فضای بسیار بسیار جالب بود. منو یاد روزای انقلاب انداخت، روزایی که زندانیا از زندان آزاد می‌شدن، مردم قدرتشون رو می‌دیدن و می‌دیدن عزیزانشون برگشتن به آغوششون. دیروز ما همزمان قدرت خودمون، نفوذ خودمون و کارایی این جنبش رو دیدیم و همزمان زبونی جمهوری اسلامی و عناصرش رو. فکر می‌کنم در داخل ایران یک جنبش بزرگ دادخواهی هست. همه مادران و پدران و خانواده هایی که عزیزی رو از دست دادن این روزها رو انتظار میکشن، میخوان که سران جمهوری اسلامی
تحت پیگرد قرار بگیرن، اونایی که دستشون آغشته است به خون عزیزانمون، اونایی که تو کشتارهای مختلف شرکت کردن، اونایی که باعث شدن هواپیمای اوکراینی سقوط کنه و اونایی که طی 43 سال فقط جنایت آفریدن و خون به پا کردن، همه بازماندگان میخوایم، ما میخوایم که اینا مقابل دوربین قرار بگیرن، در مقابل دادگاه قرار بگیرن، دادگاه های علنی برای اونا برپا بشه و اینا محاکمه بشن و معلوم بشه که چه جنایت هایی آفریدن، معلوم بشه که با دادگاه های یک دقیقه‌ای که اسامی بچه ها هم حتی نمیدونستن، حتی نمیپرسیدن، فقط میپرسیدن ما رو قبول داری یا نداری، اعدام میکردن، ببینیم که اینا محاکمه میشن و به سزای عملشون میرسن. محاکمه نوری و حکمی که نوری گرفت، محاکمه‌ای که شد، محکومیتی که گرفت، به ما این رو نشون میده که این کار شدنیه. ما توان این کار رو داریم و جنبش دادخواهی اینقدر قوی هست که این خواست رو داشته باشه و بخواد پیگیری بکنه این خواست رو. بله، منم مثل شما تبریک میگم این پیروزی رو، این موفقیت رو. این یک پیروزی بزرگ برای جنبش دادخواهی، برای جنبش سرنگونی و پاسخی به خواست مردم و نشان دادن ممکن بودن اجرا کردن این مطالبه است. حکومت اسلامی حکومتی که سر کاره، که سرانش دارن محاکمه میشن تو دادگاه بین المللی، و این بسیار بی سابقه است. این فشار جنبش سرنگونی، فشار جنبش دادخواهی هست. الان مردم به وسعت ایران دادخواهن، همه مردم دادخواهن. بله، اجازه بده من یه نکته دیگر هم اونجا اشاره بکنم. اینکه از سران جمهوری اسلامی محاکمه میشن و توی یک دادگاه بین المللی به یک جنایت سندیت داده میشه، این کار ما رو راحت تر میکنه برای بایکوت جمهوری اسلامی. اگر تا دیروز باید زور میزدیم، تلاش میکردیم، سند میآوردیم، سند جور میکردیم که بگیم اینا جنایت آفریدن، اینا بدون محاکمه اعدام کردن، اینا جنایت جنگی مرتکب شدن، اینا جنایت علیه بشریت مرتکب شدن، امروز یه سند معتبر در یک دادگاه بین المللی به ثبت رسیده که این کار ما رو، کار پیگیری مسئله بایکوت جمهوری اسلامی رو راحت تر میکنه و شدنی تر. اون افقی که مقابل ما قرار میده افق واقعا امید هست، افق این هستش که این اتفاق خواهد افتاد و ما میتونیم این کار رو بکنیم. بله، فشار جنبش دادخواهی همونطور که اشاره کردید اونچنان هست که امروز میبینیم عفو بین الملل از تعقیب رئیسی جلاد و سران جنایتکار این حکومت داره صحبت میکنه و همونطور که گفتید بستری هست برای بایکوت جهانی جمهوری اسلامی و این صدا باید هرچه رساتر قدرتمندتر از درون ایران بلند بشه و توی یک مرحله جدیدی قرار داریم. در برنامه های دیگه بیشتر در این مورد صحبت میکنیم. بریم سراغ موضوع بعدی، حجاب بی حجاب، کارزاری که به راه افتاده در مقابل تعرضاتی که حکومت تحت عنوان حجاب عفاف به راه انداخت. یک روز رو اعلام کرد و یک هفته رو اعلام کرد، مردم هم حسابشو گذاشتن کف دستش. بعد از این اتفاق الان این کارزار تو چه موقعیتی قرار داره و شما چه تصویری دارید؟ بازم اینجا جا داره که به کسانی که این کارزار رو دارن پیش میبرن و پیش بردن و روز 21 تیر رو واقعا مثل یک تیر خیلی کاری و معین به طرف خود جمهوری اسلامی پرت کردن، باید تبریک گفت. واقعا دست تک تک افرادی که این کارزار رو پیش بردن، صحنه های واقعا با شکوهی از اعتراض رو به تصویر کشیدن و ارسال کردن، مدیای اجتماعی رو پر کردن، دست مریضات گفت و خسته نباشید گفت. به نظر من یک اتفاق خیلی بزرگ و خوب افتاد و این اینه که ما میدونیم از ابتدایی که جمهوری اسلامی سر کار اومد تیغش رو روی زنها کشید، حجاب رو به زور و با پونز و با دستگیری و با شلاق به زنان اومدن تحمیل بکنن و همیشه با صد مقاومت زنان روبرو شدن.
با صد مقاومت جامعه باید گفت روبرو شدن. منتها این دفعه به نظرم یک جنبش وسیع اجتماعی رو به چشمشون دیدم. اجتماعی به این معنا که منحصر به چند نفر از فعالین این عرصه فقط نبود، بلکه اجتماعا زنان جوان، دخترانی رو ما دیدیم که روزمرگی خودشون رو بی حجاب انجام دادن. رفتن از خونهشون، اومدن بیرون، رفتن مغازه خرید کردن، حجابشون رو برداشته بودن. اونی که حجاب داشت، حجابش رو برداشت، زیر پا لگد کرد و توی جوب انداختن که آب ببره با خودش. و نه تنها اون، مانتوهاشون هم در گفتن با لباسای آستین حلقه‌ای، لباسایی که آزاد و راحت بود و بعضا فریاد زدن آزادی، ما آزادی، ما آزادی. به نظرم یک اتفاق خیلی بزرگ و یک نقطه عطف بود و این کل جامعه رو به این معطوف کرد که حجاب فقط یک دستمال روی سر زنان نیست، بلکه سندی هست برای به بند کشیدن زنان و بعد از اون به بند کشیدن کل جامعه و به بند کشیدن آزادی. و روز 21 تیر و این هفته حجاب، مردم این پاسخ رو به جمهوری اسلامی دادن که ما این قفس رو دیگه تحمل نمی کنیم. سران ریز و درشت جمهوری اسلامی اظهار نظر کردن، گفتن زنان ایران با وجودی که مسلمان هستن، بعضی جاها یه سنت هایی رو زیر پا میذارن. زنان میدونن که عفاف خیلی خوبه، ولیکن احتمالا نمیدونن که این کلام خداست، احتمالا اینو نمیدونن، یا به صورت های مختلفی سعی کردن که این مسئله بیهجابی و سرکشی زنان رو یه جوری بخوان توجیه بکنن و راجبش حرف بزنن. و اما اینکه چه اتفاقی از این به بعد خواهد افتاد، به نظر من جنبش زنان، جنبش رهایی زن، همدوش با جنبش های سایر بخش های جامعه داره پیش میره. امروز اگر بخش های مختلف جامعه از اعتراضات مختلف پشتیبانی نکنن، بیانیه های مشترک ندن، نشون ندن که کنار هم قرار گرفتن، این جنبش به سرانجام واقعی خودش نمیرسه. ما هممون توی یک مسائل زینف هستیم، باید کنار هم قرار بگیریم. معلم‌ها همطور که وقتی مونا حیدری رو به اون شکل فجیع کشتن، معلم‌ها به میدون اومدن گفتن آموزش و پرورش باید دین ازش جدا باشه، باید آموزش ایدئولوژیک ازش جدا باشه. وقتی اینو مطرح کردن، یعنی دقت بکنید که چقدر این جنبش ها عمیق هستن، چقدر به ریشه واقعا مشکلات میزنن. الان مسئله حجاب، زنها اومدن حجاب برگیران کردن، باید جنبش های معلمان، جنبش بازنشستگان، جنبش های مختلف، اقشار مختلف توی جامعه با بیانیه های مختلف، با اعلام و پشتیبانی های مختلف، با شعار نویسی، با حضور در مدیای اجتماعی از این جنبش حمایت بکنن و نشون بدیم که ما یه تن واحدیم. اگر یک گوشه ای از تن ما ضربه بخوره، قسمت دیگر واکنش نشون میده و اگر واکنش نشون نده، درد تحمل باید بکنیم. بنابراین این جنبش میتونه یک فضای بسیار بسیار بزرگ از مبارزه، از اعتراض و با شکوه رو رقم بزنه و سازمان بده. توی مهمی رو اشاره کردید و تو به طور واقعی هم ما هر روز بیشتر شاهد همگرایی و اتحاد جنبش های اجتماعی هستیم در کنار هم. این رو در بیانیه ها میبینیم، این رو حتی در تکثیر شعارهای واحد میبینیم، این رو در اعتراضات و حمایت از اعتراضات مختلف میبینیم. از همین کارزار حجابی حجاب دیدیم، بیانیه مشترک از سوی کارگران، معلمان، بخش های مختلف جامعه بازنشستگان، خیلی مهم بوده. بیانیه عمومی امضا کردن شورای بازنشستگان ایران، بیانیه داد. ما در 8 مارس همین همگرایی و اتحاد رو دیدیم. 8 مارس رو امسال معلمان جشن گرفتن، بازنشستگان جشن گرفتن، کارگران و بخش های مختلف جامعه جشن گرفتن. ما این رو در اول ماه مه دیدیم، در اول ماه مه رو باز همه با هم دیگه با بیانیه مشترک کنار هم جشن گرفتن. ما این رو در اعتراض و خشم و نفرت مردم علیه قتل مناهیدری که حقیقتا
این حکومت با قوانینش عامل این جنایت بود رو دیدیم. تا این پیشروی هاست که اون وقت روزی مثل روز 21 تیر خلق میشه و تو چین ابعاد اجتماعی که شما صحبت کردید، رپ خوندن، کاریکاتور کشیدن، موزیکای ویژه ساختن، شعار نویسی کردن، نقاشی های زیبا کردن، پوسترهای زیبا پخش کردن، بنرهای زیبایی رو منتشر کردن به شکلهای مختلف. همه جامعه از هنرمند و همه بخش ها دست در دست هم دادن، بسیاری که تیر خلق شد. این اتفاقی که هست، خب وقت زیادی نداریم، مسائل بسیار زیاده. این حرکت چطور میتونه قوی تر جلو بره؟ به خاطر اینا کنار هم قرار گرفتنشون یعنی جنبش سرنگونی، یعنی پایان دادن به آپارتاید جنسی. دوست دارم این موضوع رو بیشتر مکس کنیم. بله، خیلی نکته مهمی هست و فکر میکنم که اگر به یه سری از نکات توجه نکنیم برامون حیاتیه، یعنی از دست میدیم یه سری فرصت ها رو. وقتی که جنبش رهایی زن اینچنین قوی و با چهره های اینچنین جسور مثل سوریه بابایی میان و جلوی دوربین وانیستن و کنارشون همسرشون قرار میگیره و پا به پای هم از یک جنبش، از یک برابری، از یک مطالبه دفاع میکنن و توی مدیای اجتماعی این پخش میشه، یعنی که انتظار این هست که بخش های دیگه به همین صورت با همین جسارت بیان به میدون و نشون بدیم که تنها نیستیم، شما، ما همراه با شما هستیم. به نظر من مدیای اجتماعی باید پر بشه از دفاع از افرادی مثل سوری، مثل خانواده دادخواهان، مادران دادخواهان که الان دستگیر شدن و توی زندان هستن، دفاع از اینا، دفاع از کسانی که مدت هاست به خاطر مسئله حجاب الان توی زندان هستن. باید پر بشه از اینا، اسامی اینا باید رو در و دیوار باشه، باید اون احترامی رو که لازمه نه فقط افراد، نه فقط تک تک ماها، بلکه کل جامعه برای این کسانی که سینه سپر کردن به میدون اومدن از یک خواست بسیار انسانی، برابری طلبانه، خواستی که بسیار عمومی هست دفاع کردن، ببینن که جامعه تمام قد از اینا داره دفاع میکنه. روز 25 تیر قراره که اعتراضاتی صورت بگیره و قراره که یک تجمع صورت بگیره. من فکر میکنم یکی از باندرولای بزرگ این اعتراضات، این تجمع، باید مسئله دفاع از دستگیر شدگان باشه. دستگیر شدگان باید ببینن نه فقط همسرشون مثلا دنبال کارشون هست، بلکه تمامی جامعه، همه خاله و عمه و عمو هستن که دنبال کار افراد دستگیر شده رو میگیرن و سینه سپر میکنن مقابل زورگویی و باج‌خواهی ماموران رژیم وای میسن، قد علم میکنن و خواهان آزادی دستگیر شدگان هستن و از این جنبش تمام قد باید همگیمون دفاع بکنیم. تأکید بسیار به جای بود. 25 تیر تجمع سراسری بازنشستگان، و بازنشستگان یک بخش رزمنده این جامعه هستند، نقش بسزایی داشتن در جلو آوردن خواستا و مطالبات کل جامعه. یکی از این مطالبات همینه، آزادی زندانیان سیاسی، آزادی بازداشتگان تو تمام عرصه‌ها. و الان که بحث ما در رابطه با کارزار حجاب بی حجاب به عنوان پاسخی به این چماق جمهوری اسلامی از سوی کل جامعه هست، بسیار مهم این بنری که شما گفتید برافراشته بشه و مدیای اجتماعی موج بزنه از همبستگی ها. خب وقت زیادی نداریم، بد نیست گفتم این به این مناسبت ترانه ها ساخته شد، شعار نویسی ها شد. ترانه ای هست که تو ماج صالحی میخونه با جاستین با هم به مناسبت همین روز ویژه، این رو اینجا پخش بکنیم و بعد صحبت های آخر شما رو بشنویم. موسیقی
من خود خطم و کسی خط نمیگیرم، روشونم میکوبم و خودم ترفی میگیرم، هیچ چیز زندگی تضمینی نه، خیابونی میمونم و رپی میمیرم. درختی که با برگ تبر میبره، سیاستدانی که واسط غزل میخونه، جنگلی که شهر رو هرس میکنه، هم نره میکشه هم عمل میکنه. یه جنگل بلوط وحشی و مست، میلیون درخت به هم زنجیر و وصل، ارتش سرخ که جلو تبر میشه، سبز سفر خزر و خلیج و غربی و شرق. اینجا امپراتوری ریشه هاست، گره کور مادرزاد با دیده باز، سر مسر پیشک آینه ما، سینه سوز هم رو دشمن سینه چاک. اینجا نمیندازه برگ و شاخ دور، میکشه وزن و ساق دوش، تنه تا پای جون تکه گاهمون، انگار با عشق بریدن نافمون. مثل رقص کردی ما پیچیده تو هم، مثل لورزا گرسی ما ریشه تو سنگ، مثل خوزستانی ما همیشه تو جنگ، سیستان یک پارچه بکستن اومد. هیچ درختی نباید بمونه تنها، نباید خشکی ازمون یه دونه، حتی اگه بسوزه یه مهره چه وزیر چه سرباز، میرسه آتیش به قلعه یه روز برباد، باد و برد درو میبره باز، جنگل حاصل تا بیدن آفتاب، به بذرا میختنه به خاک، یکا کنار همیشن یه روز زار. اغنوسیم از خاکستریم، آتیش میشیم تو دل سرما، بی پایان مثل خاک زمین، طوفان به پا میکنیم برپا. اغنوسیم از خاکستریم، آتیش میشیم تو دل سرما، بی پایان مثل خاک زمین، طوفان به پا میکنیم برپا. انحصار خشم و تعصبتی، ادعات جنگ و توقف بدی، بیا خودمون شروع کنیم انقلاب و پس یکم بیشتر فرق و تنوع ببین. باید جنگ عقیده تموم و سوشه، بزا بشنویم صدای همو بزده، نه تشک کنی به باورای عمرت، نزا خط بدم به کتابای کهنه. حالا کنارم بشینیم، بیا منظره یه روبرو رو ببینیم، داریم بیاقت آزادی رو ما فراموش کنیم، هرچی که قبلا شنیدیم. جیره نمیگیرم، تازه فکرم و هر کسی دیگه نمیگیرم، دنبال اتحاد و رسیدم به عدالت و حق مخالف و میپذیرم، کینه نمیگیرم. مگه هدفمون یکی نیست؟ عبابا رو توی کفنشون ببینیم، باید خونمون رو پس بگیریم، اول بعد قانوناشو طبق نظرمون بچینیم. دیگه وقتشه بیداری، باید ببینیم توی چند چی داریم، چپ و راست آزادی خواه برده سیاسی، آخرش با معمولی و سرنوشت میسازیم. اغنوسیم از خاکستریم، آتیش میشیم تو دل سرما، بی پایان مثل خاک زمین، طوفان به پا میکنیم برپا. اغنوسیم از خاکستریم، آتیش میشیم تو دل سرما، بی پایان مثل خاک زمین، طوفان به پا میکنیم برپا. بله، ترانه زیبایی بود، ترانه های بیشتری هم خونده شده به این مناسبت، وقت برنامه محدود، طبعا تو برنامه های دیگه کانال جدید پوشش داده شده. دقایق آخر برنامه است سیما بهاری، و جا داره که جنبندی بکنیم از این صحبت ها و از این تاکیدات که داشتید، میخوام از شما بشنوم، بفرمایید. بله، خب گفتیم که 21 تیر یا کلن هفته حجاب اجتماعاً مردمی رو به خیابون‌ها کشوند که علیه حجاب قد علم کنن، بایستن و نشون بدن که آزادی میخوان، تن نمیدن دیگه به حجاب. الان قدم بعدی این هستش که همین جور که تمام قد اومدن علیه حجاب ایستادن، تمام قد جامعه باید از دستگیرشدگان دفاع بکنه. کسانی که دستگیر شدن و توی زندان‌ها هستن نباید احساس بکنن تنها هستن، نباید احساس بکنن جامعه ازشون دفاع نمی کنه. جمهوری اسلامی باید برای هر دستگیری ببینه که باید واقعا مخارج بپردازه، سنگین براش تمام بشه، همینجوری به راحتی نمیتونه از سر بگذرونه این چیزا رو. یکی این موضوعه. موضوع دیگری این هستش که توی اعتراضات مختلفی که توی جامعه صورت میگیره، خواست آزادیه این زندانیا باید مطرح بشه. همطور که الان فریاد می‌زنیم زندانی سیاسی آزاد باید گردد، معلومه اینا هم زندانیان سیاسی هستن، اما باید برجسته بکنیم تو سخنرانیاتون. کسانی که اعتراضات رو پیش می‌برن، کسانی که سخنرانی می‌کنن، حتما باید به این نکات اشاره بکنن. کسانی که دستگیر شدن به خاطر مسئله حجاب و حجاب برگیران باید از زندان آزاد بشن. خواست برابری زن و مرد مثل خواست بهداشت رایگان و درمان رایگان و آموزش رایگان باید به گفتمان اجتماعی تبدیل بشه، همه راجبش صحبت بکنن و توی اعتراضات و تظاهرات و غیره این مسائل باید مطرح بشه
پرچمش باید بلند بشه و واقعا آزادی زن معیار آزادی جامعه است. این نکته ای هست که در اعتراضات 8 مارس سال 57 این مسئله مطرح شد. مردم برابری میخوان، مردم میخوان مثل هم زندگی بکنن، مردم نمیخوان وقتی به یه چیزی اعتراض کردن فوری قضیه امنیتی بشه و دستگیر بشن و شکنجه بشن به خاطرش. نباید این چیزا امنیتی باشه، نباید این چیزا مورد ضرب دولت قرار بگیره. آزادیم، باید بتونیم حرف بزنیم، باید بتونیم از حقوقمون بگیم و زن و مرد حقوق برابر باید داشته باشن و این رو در اعتراضات مختلف باید فریاد بکنیم. بله، و در این حال به بندهای قطعنامه ها تبدیل بشه، به بندهای بیانیه ها تبدیل بشه و 21 تیر یه مقطعه، یه نقطه عطف بود، حجاب زمین زده شد و دیگه به هیچ وجه سر گذاشته نمیشه. این جامعه جامعه بی حجابه، حجاب نداره، حجابی باقی نمونده. خود حکومت میگه نظام رفت، حجاب رفت، اسلام رفت. هر جا که نیروهای گشت ارشاد حمله میکنن و تعرض میکنن باید مقابلشون ایستاد. این وظیفه جامعه است، باید دفاع جانانه کنه، باید محلات رو ناامن کنیم برای نیروهای گشت ارشاد و این قباشای جمهوری اسلامی. و چطور بارها این مقابله شده، تو همین ماجرا ما دیدیم در شهسوار وقتی که اون زن مسنی که حجاب برداشت و شجاعانه اومد به حجاب در پاسخ به کارزار حجابی حجاب، وقتی که میخواستن دستگیرش کنن مردم از دست نیروهای سرکوب بیرونش کشیدن و آزادش کردن. ما باید به این شکل، یک بخش جدال هر روزه ماست، مقطع حساسیه و با جامعه باید با جدیت قاطعیت مقابل سرکوبگری های حکومت بیسته و این پیروزی رو تا به آخر ببره. متشکرم سیما بهاری که تو این برنامه شرکت کردید. منم از شما متشکرم، ممنونم که حرفای منم تکمیل کردیم و متشکرم از اینکه در برنامه منو دعوت کردید. تشکر میکنم از شما عزیزان که همراه ما بودید و برنامه رو دنبال کردید. این برنامه سازمانده است و شما تماس های ما روی صفحه تلویزیون هست، از به این بشید با همدیگه این کارزارها رو پیش ببریم، با همدیگه این گفتمان ها رو پیش ببریم. بسیار بسیار مهمه، به لحاظ سیاسی مهمه، تو مقطع حساسی هستیم. ما همیشه میگیم عضو این حزب بشید، با این حزب فعالیت کنید. امروز بیش از هر وقتی این فعالیت جمعی رو میطلبه که با هم دیگه حول محورهای مشترک اعتراضاتمون رو به جلو ببریم. بنابراین تماس بگیرید و در این حال تو مباحثی که طرح میکنیم دخالت کنید، اظهار نظر کنید. وقت برنامه ما پایان گرفته. برای شما عزیزان شبها و روزهای خوشی رو آرزو میکنم.